درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید، به خصوص هموطنان عزیز و ارجمندمون درون کشور. یک ایران سپاس خدمت همه باورمندان به تمدن ایران شهری، به خصوص عزیزانمون در جنبش فدایان ایران که از شمال و جنوب و شرق و غرب کشور سعی و کوشش به عمل میارن تا سایرین رو با روند این جنبش آگاه بسازن. قبل از اینکه بخوام برم و صحبت های امروزم آغاز بکنم، مایل هستم که یک خاطره ای از تجربیات خودمون در جنبش فدایان ایران رو براتون تعریف بکنم، توضیح بدم تا این دستاوردی که متعلق است به جامعه ایرانی درس تجربه‌ای بشه برای آینده نچندان دور شما. عزیزانی که از روز نخست با من آشنا بودند و در جنبش فدایان ایران با ما همکاری داشتن میدونن که ما یک روز رو انتخاب کردیم با نام روز رستاخیز، یعنی سه روز قبل از به راه انداختن سیرک انتخاباتی حکومت اسلامی برای ریاست جمهوری، و از مردم خواستیم که سه روز قبل از انتخابات و انتخابات حکومت اسلامی به خیابون‌ها بیان، از اونجایی که دست حکومت بسته است میخواد رأی از مردم بگیره و سعی کوشش به عمل میاره که مردم رو خوشحال نگه داره، راضی نگه داره، در میادین خودش موسیقی پخش بکنه و حوزه‌های انتخاباتی و انتصاباتی خودش رو جایی به وجود بیاره، فضایی رو ایجاد بکنه که حکومت اسلامی همچین چیز بدی هم نیست، حالا بیایید مجددا پای صندوق‌های رأی، حالا بیایید در روند دموکراسی خودتون و حکومت دینی شرکت بکنید، حکومت اسلامی چهره بدی هم نیست، تمام این صحبت ها متعلق به خارج و اپوزیسیون و غیره هستش، مردم رو راضی نگه داره، فشار به روی دختران و بانوان نیاره، رقص و آواز به راه بندازه، سیرک به راه بندازه، شوهای متفاوت به راه بندازه، دایره و دنبک به راه بندازه تا مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشونه. و بعد از گرفتن رأی که در نهایت همه میدونستیم و همه میدونیم که رأیشون در نهایت چه چیزی میبود، فرقی هم نمیکرد بین جلاد و شیاد، چون حاکمیت در دست ولایت فقیه هست و او تصمیم گیرنده تمام مسائل هست، از مردم خواستیم که سه روز قبل از براه انداختن چنین داستانهایی به خیابونها بیان، از این موقعیت استفاده بکنن، برابر حکومت اسلامی بایستن، چرا که حکومت در ضعیفترین موقعیت خودش قرار میگیره، چون احتیاج به مردم داره و نمیتونه کسی رو بکشه. ولی خب از اونجایی که وزارت اطلاعات دست بالایی داشت و کماکان داره در به وجود آوردن اپوزیسیون تقلبی و صادراتی به خارج از کشور در چهره‌های مختلف، چهره‌های طرفدار سلطنت، طرفدار شاهزاده رضا پهلوی، طرفدار پادشاهی، طرفدار جمهوری و امثال هم، شایعاتی به وجود آوردن، دروغ‌های بزرگی گفتند و شک و تردید در دل مردم به وجود آوردن که خیر، در نهایت برید در منازلتون بنشینید، نه بزرگ رو با نشستن در منازل به حکومت بگید. هر چقدر فریاد زدیم ما که جامعه نتونسته به خواسته هاش دست پیدا بکنه وقتی که در منزل نشسته. در منزل نشستن یک سود برای مردم میتونه داشته باشه، اونم زمانیه که مردم میخوان اعتصاب بکنن یا برای یک هماهنگی مشخصی. شما یک روزی انتخاب میکنید یا چند روز انتخاب میکنید برای اینکه مردم به اعتراضات و اعتصابات درون منازل بشینن، اما زمان و مکان رو افرادی که با نام الیت یک جامعه هستن باید تشخیص بدن. شما باید بدونید که چه زمانی میبایست به حکومت اسلامی حمله کرد که بیشترین منافع رو به نفع مردم تموم بکنی و چه زمانی میبایست مردم رو ازشون دعوت بکنی که در منازل بنشینن. اینها از لحاظ زمانی و مکانی بسیار و تاریخی بسیار مهم بوده و هست، اما از اونجایی که راهی رو که بارها اپوزیسیون ساختگی که وابسته مستقیم به وزارت اطلاعات، چه در تلویزیون‌های لس‌آنجلسی چه در دنیای مجازی بوده و هستن، مردم رو خونه نشین کردند و در نهایت حکومت اسلامی اومد به صورت مشخص که ما طرفدار 46 میلیون داریم، اینها اومدن پای صندوق‌های رأی و اعتقاد داشتن به حکومت اسلامی و ما رو قبول دارن. در جامعه جهانی هم اومدن در سازمان ملل و رأی‌های تقلبی خودشونو به رخ جهانیان کشیدن که شما این چیزایی که میگید صحیح نیست و ما معتمدین مردم ایران هستیم و میباید مستقیما با ما صحبت بکنید. یعنی ثروت جامعه ایرانی رو اینچنین اینا تا به امروز به دست خودشون گرفتن. این مسئله رو میخوام از لحاظ روانی روش دقت بکنید و همچنین از لحاظ تاریخی، چون بسیار مهمه. در آینده هم به این روزها خواهیم رسید، چراییش رو دارم براتون توضیح میدم.
زمانی که به مردم گفتم 3 روز قبل از انتخابات به خیابون‌ها بیاین و دست بالایی شما دارید در رسیدن به پیروزی و حکومت در ضعف کامل قرار میگیره، نمیتونه روی شما اسلحه بکشه، نمیتونه شما رو بکشه، به همین دلایل بود. چون جهان هم نگاه میکرد به انتصابات و انتخابات و حکومت اسلامی و دست اینها بسته بود از زندانی کردن، از کشتار، از جنایت. یعنی اون چیزی که در دی ماه پارسال اتفاق افتاد نمیتونست اتفاق بیفته، به طور کلی متفاوت بود، به در این که در دی ماه دیگه رأی از شما گرفته بودند، از همین رو اومدن و یک به یک خدمت تمام شهرها و شهرستانها رسیدن. بسیارانی مفقود الاثر شدند، بسیارانی شکنجه، کشته، دستگیر و غیره، هزاران نفر تا به امروز. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی شما میخواید اعتراضی رو به حکومت بکنید و چیزی رو به حکومت با صدای بلند فریاد بزنید که آقا ما شما رو نمیخوام، شما نمایندگان ما نیستید، میبایست در زمانی به حکومت حمله کرد که در ضعف قرار گرفته، نه زمانی که رأی از شما گرفته و به راحتی میتونه رو به شما شلیک بکنه. خب زمانی که تصاویری به دستم میرسید و یا حالا دیگه هک شدن وبسایتم، فیسبوک، یوتیوب، تلگرام، تلفن، اینها بماند، یعنی اینها چقدر خرج کردن تا بتونن ارتباط من رو با سایر عزیزان درون کشور قطع بکنن برای خودش محفوظ، وقتی نگاه میکردم به جمعیتی رو که اینا به خیابونها کشیده بودن و شعارهایی که بالاخره شما خود مردم درون کشور دیدید، اینا چه سیرکی رو براه انداختن و تقلب بزرگی رو مجددن به مردم خوروندن، نگاه میکردم و میدونستم که در آیندهی نچندان دور چه اتفاقی برای شما مردم خواهد افتاد. چرا که با تصمیمات کشورهای غربی و همچنین عربستان سعودی، اسرائیل، سایر کشورهای عربی حوزه هم جوار خلیج فارس، زد و بندها و خواسته های اینها برای رسوندن یک جریانی از نتیجه گیری که به نفع خودشون تموم بشه، همه اینا رو آگاهی داشتم و نمیدونستم چگونه میبایست دیگه این آگاهی ها رو انتقال داد تا شما متوجه بشید که چه بلایی در آینده ای نچندان دور داره سرتون میاد. فقط نگاهتون کردم و مدت کوتاهی سخن نگفتم و بعد از اون اومدم مجدداً، به خاطر اینکه دوست داشتم شما به یک نتایجی دست پیدا بکنید. در اون شور و حال به قول معروف حسینی که براتون راه انداخته بودند و وزارت اطلاعاتی ها کماکان حمله یکی پس از دیگری انجام میدادند، خب چون همیشه روی صحبت من با مردم بوده و پایه اصلی رو مردم قرار داده بودم، احتیاج به زمان بود که این مردم متوجه بشن من کی هستم و چه گفتم. آینده نگری رو که نسبت به عملی رو که شما دارید انجام میدید براتون توضیح دادم، در نهایت احتیاج به زمان داره که به یک جامعه ثابت بشه چه کسی در چه زمانی چه چیزی گفت، چه راهکاری نشون داد و بعد از اون شما چه عملی انجام دادید توسط گوش کردن چه افراد دیگری. خب تفاوت‌ها همیشه اینجاست که میبایست به وجود بیاد، یعنی جامعه باید تشخیص بده. زمانی که تشخیص داد که کدام راه درسته، کدام فرد حرف درستی زده، اون موقع میتونه هرچه سریعتر خودش رو دریابه و در نهایت در کنار هم قرار بگیره و کشور رو پس بگیره. قدرت اجتماعی متعلق به شماست، کشور و ثروت متعلق به شماست، تاریخ متعلق به شماست، اما پراکندتون کردن، بارها گفتم و بازم میگم، توسط همین مسائلی که از طرف وزارت اطلاعات، اپوزیسیون دستساز، رسانه ها و غیره و همچنین دنیای مجازی که جامعه رو متفرق کنه براتون به وجود آوردن. برای به اثبات رسوندن تمام صحبتام کافیست شما به آرشیو من مراجعه بکنید و ببینید که من به شما چه چیزی گفتم 2 سال پیش که امروز کجا قرار خواهید گرفت. امروز دقیقا همون جایی هستید با تمام پیام هایی که ارسال میکنید که من 2 سال پیش به شما گفتم اگر به حرف هم گوش ندید به اینجا میرسید و امروز هم همین رو دارم میگم، براتون توضیح میدم که اگر به صحبت ها گوش ندید، اگر آنچرا که دارم خدمتتون عرض میکنم انجام ندید،
جایی خواهید رسید که آرزوی مرگ هر ثانیه برای خودتون خواهید کرد، چون دارن میبرنتون تو دهنه اژدها. بارها خدمتتون عرض کردم نه احتیاج دارم شماها گریه بکنید، نه احتیاج دارم غر بزنید، نه احتیاج دارم ناسزا بگید یا دشنام بدید یا مایوس بشید یا خودکشی بکنید یا داد و بیداد به راه بندازید. خیر، یک راه بسیار مشخص رو همیشه خدمتتون توضیح دادم. فقط خشمتون رو بگذارید روی عملی که باید انجام بدید و کاری که ازتون میخوام. گفتم سازماندهی بکنید، روشنگری بکنید، اتحاد به وجود بیارید. ثروت متعلق به شما بوده، از دستتون در آوردن با ترفندهای متفاوت که براتون توضیح میدم. و راهی به غیر از گوش کردن به این سخنان ندارید. غیر از این هر راه دیگه ای رو برید که میتونید هر راه دیگه ای رو انتخاب بکنید، اما به نتیجه ای میرسید که 2 سال و اندی پیش خدمتتون عرض کردم امروز کجایید و امروز دارم براتون توضیح میدم. اگه به سخنان گوش ندید، تکرار میکنم، به جایی خواهید رسید که هر ثانیه آرزوی مرگ میکنید، چون این روزگار رو دارن براتون به وجود میارن. برای کسانی که در کشورهای بیگانه هستند و اونها به دنبال منافع خودشون و حاکمیتی که متعلق به کشور ایران نبوده و نیست، از ولایت فقیش بگیرید و اون قانون اساسیش، نمایندگان مجلس قلابی و رؤسا در 3 قوه، قوه قضایی، قوه مقننه و مجریه، رؤسا در سپاه پاسداران، رؤسا در ارتش، فرماندهان به قول معروف در نیروهای نظامی و انتظامی، اینها متعلق به جامعه ایرانی نبوده و نیستند. اینها کار گذاشته شدند برای جیب بری بیشتر، برای ضرب و شتم شما، برای غارت کشور ایران. اینها متعلق به ایران نبوده و نیستند، اعتقادی هم به کشور ایران نداشته و ندارند. اینها، این مسائلی رو که دارم براتون توضیح میدم، باید براتون جا بیفته. وقتی که جا افتاد، وقتی متوجه شدید که کشور ما اشغال شده، اون موقع میتونید به راهکارهایی که بهتون میدم اول فکر بکنید، گوشش بدید، بشنویدش و بعد تصمیم بگیرید. تصمیم گیری به عهده شماست، تصمیم به عهده شماست. میتونیم به پیروزی برسیم، میتونیم شکست بخوریم. انتخابش با شما مردم هست، کدام یکی رو دوست دارید انتخاب بکنید. ولی در نهایت در آینده نگید آقا هیچ راهی نداشتیم و مجدداً شروع کردن به غر زدن و ناسزا گفتن و پرخاش و یا به هم پریدن درون کشور، چون این کاریه که به وجود آوردن که شما شرایطی براتون به وجود بیارن که شما به قول معروف پرخاش به همدیگه بکنید و همدیگه رو نابود بکنید درون کشور، در صورتی که شما مقصر نیستید. شما زمانی مقصر هستید که این دانش و آگاهی رو داشته باشید ولی کاری رو انجام ندید. و ازتون میخوام که خیلی جدی‌تر از گذشته صحبت هایی که میگم رو دنبال بکنید تا به یک نتایجی دست پیدا بکنیم. این در این قسمت. در اون روزگار وقتی تصاویر رو نگاه میکردم یا زد و بندهایی که انجام میشد، میمادن میگفتن روحانی متشکریم، رقص و شادی به راه مینداختم، میدونستم که روزی نچندان دور شما به جایی میرسید که امروز هستید. یعنی اقتصاد ورشکسته کشور که هر روز وضعش وخیم‌تر میشه. شما مردم از لحاظ اقتصادی، شما که آزادی نداشتید، شما که در رفاه قرار نگرفته بودید، صبح تا شب، شب تا صبح کار میکردید که فقط زنده بمونید، آبم ندارید، برقم ندارید، هوا هم ندارید. به اون چیزهایی که با نام آزادی بود نگاه بکنید، ببینید در کنار اونها اولیه ترین مقدمات زندگی رو هم کم کم دارن ازتون میگیرن به طور کلی. خب پس میبایست به فکر بود، کاری انجام داد. به تنهایی خیر، فقط یک عده خیر، بلکه سازماندهی کردن، دست به دست هم دادن، همبستگی به وجود آوردن و در نهایت خیزش میلیونی کف خیابونها برای پسگیری کشور. کشور ما اشغال شده، این رو در فکرتون، در مغزتون فرو کنید. کشور ما اشغال شده، برای آزادی از این اشغال میبایست این راهکارهایی رو که میگم توجه بهش بکنید. خب سالهای طولانی روند انتقال قدرت رو براتون توضیح دادم، سالهای طولانی در رابطه با توطئه جهانی 1979 صحبت کردم. چرا؟ به دلیل اینکه کشور ما ثروتمند بوده و هست و خواهد بود
و تا زمانی که ما ثروت داریم این آخوندها و بچه آخوندها مثل ویروسی در بدن ایران گردش میکنن و حضور دارن، تا زمانی که شما نخواهید و بخواید که این ویروس ها رو از بین ببرید. شما هیچ موقع یه آخوند و بچه آخوند رو در کشورهای فقیر و عقب افتاده و بدون ثروت پیدا نمی کنید. این ویروس ها فقط در کشورهایی مثل ایران میتونن باشن که دارای ثروت هست، که بتونن مغز مردمش رو بزنن از طریق انتقال نادرست خرافه‌گری در مغز مردم، جیبشون رو خالی بکنن. این اتفاقی بودی که افتاده و کسانی که این آخوندها رو به ایران آوردن میدونستن با وارد آوردن این آخوندها چه بلایی سر این مردم خواهد اومد. میخوام شما به این نتایج دست پیدا بکنید و تا زمانی که به این گفته ها دست پیدا نکردید ما نمیتونیم به پیروزی برسیم. و اگر هم شما جمعیتی رو در خیابان ها ببینید تبدیل به شورش میشه و یک عده میان در آخرین ساعات اون چیزی رو که با نام انقلاب شما هست، زحمات شما هست، رو بالا خواهند کشید. چرا؟ به دلیل اینکه شما نتونستید متوجه بشید اصل داستان بر چه پایه‌ای بوده. اصل داستان بر پایه ثروت شماست. شما ثروتمندترین مردم جهان بوده و هستید، فقیر نگهتون داشتند. تمام این نارسایی که در مملکت وجود داشته همه ساختگی است برای به وجود آوردن این منطق در ذهن شما که آقا ما نداریم، ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، همش هم تقصیر آمریکاست و ایکس و ایگرگ. در صورتی که در همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم ما ثروتمندترین کشور جهانیم، ولی با نداشتن مدیریت درست و یک قانون اساسی بر پایه حقوق انسانی، آخوند و بچه آخوند در رأس نشسته و شما با داشتن ثروت سرشار و تخصص در فقیرترین زمان قرار گرفتید. اینهایی رو که دارم توضیح میدم میبایست یاد بگیرید و بعد از یاد گرفتن یاد بدید، و وقتی که یاد دادید فقط کافیست در کوتاهترین زمان یک فراخوان اعلام بکنم، شما کشور رو پس خواهید گرفت. و وقتی که پس میگیرید تخصص در رأس قرار میگیره و حضور خود شما، منتظر کسی نباشید از خارج از کشور که ایکس بیار یا ایگرگ. خود شما ملت هستید، خود شما هستید که میبایست بر خودتون حاکم باشید، منتها با علم و دانشی که دارم بهتون انتقال میدم، که شما نه مردم ضعیفی هستید نه مردم بی دانش، فقط و همچنین سبب شما فقط پراکندتون کردند، متفرقتون ساختند. چگونه میتونید از این مسائل عبور بکنید رو دارم براتون توضیح میدم. خب این رو در این بخش داشته باشید. بخش‌های متفاوتی امروز در رابطه باهاش صحبت می‌کنم که شاید در قسمت‌های مختلف به خاطر وضعیت بد اینترنتی درون کشور به بخش بخشش تقسیم بکنم تا شما متوجه بشید من در رابطه با چه مسائلی صحبت می‌کنم، چون صحبت‌ها زیاده در رابطه با دادن فراخوان که آقا چرا فراخوان نمیدید، ما الان آماده این، مردم ناراضین. من نگاه میکنم به عنوان یک مربی، به عنوان یک فرمانده به وضعیت حال حاضر شما در اون مملکت، و مطمئن باشید فراخوان به شما خواهم داد، اما نگاه میکنم به آمادگی شما برای اینکه با پرداخت کمترین هزینه ما بیشترین دستاورد در اون کشور داشته باشیم و کشور رو بتونیم پس بگیریم، کشور رو بتونیم از این اشغال خارج بکنیم. و روی تک تک شما عزیزان حساب میکنم، به خصوص کسانی که دارن به این صحبت ها گوش میدن. باز تکرار میکنم ازتون میخوام نه غر بزنید، نه شکایت بکنید، نه ناله بکنید، هیچ کدام از اینها، نه توضیح بدبختی بدید. به اندازه کافی در رابطه با این مسائل در کانال صحبت کردیم و باز مسائل خودتون رو برای خودتون پخش میکنم تا بدونید که چیزی نمونده که در رابطه باش دیگه صحبت نکنیم. پس برای اینکه بتونیم از این وضعیت خارج بشیم احتیاج به همت داریم. همت چه کسانی؟ خارج کشور یا خیر، خود شما مردم، چون قدرت اصلی دست شما که نزدیک به 80 میلیون نفر در اون کشور هستید هست. و باز تکرار میکنم پراکندتون کردند و عبور از این پراکندگی با همت شما، با دانش شماست، به وجود آوردن همبستگی، سازماندهی در اون کشور. پس مطمئن باشید که به شما فراخوان خواهم داد، ولی نگاه به آمادگی شما میکنم تا چه مقدار شما این صحبت ها رو گوش کردید، انتقال دادید و تمام سعی و کوششتون رو انجام دادید برای
نشستن در کمین یک روز فراخوان که چه عملی رو باید انجام بدیم. پس سازماندهی بکنید، اطلاع رسانی بکنید، بدونید که چه چیزهایی میخوایم در رابطه با هدف با شما. ساعتها و سالهاست دارم صحبت میکنم و در این بخش صحبتامو به پایان میرسونم. در قسمت بعدی در رابطه با مسائل بین‌المللی با شما صحبت میکنم، در رابطه با وضعیت حال حاضر و نگرش آمریکا، اروپا، روسیه، چین و یا سایر کشورها.